من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش رو داره. اینجا نیویورکه، شهری که دیگه حالا شده شهر من. امروز روز اول بهاره، تو ایران عید شده امروز. باورم نمیشه شده سال 93، 1393. من متولد 54م، بچه که بودم سال 90 خیلی دور بود. روز اول عید اومدم تو خیابون ببینم چه خبره. من با اینکه آمریکا زندگی میکنم خیلی هم حال میکنم از اینکه نیویورکم و شهرم و اینجا، یعنی نیویورکو خیلی دوست دارم، ولی عاشق زبان فارسیم. کارم با ایرانه و زبون کارم فارسیه. تضاد جالبیه شاید. هر روز صبح تا شب با روحانی و خامنه ای و مایلی کوهن کلنجار میرم و تا پامو میذارم بیرون کلمات و آدم ها اونقدر سریع از ذهنم عبور میکنن، میچرخن لابلای هم و زندگی من یا علی شروع میشه. ولی عید فرق میکنه. عیدو دوست دارم من، کی دوست نداره عیدو؟ عید بازیرم دوست دارم، هرچند هیچ وقت به تنهایی خودم برای خودم سفره هفت‌سین ننداختم، ولی اگه شده دنبال سمنو تا یه شهر دیگه هم رفتم. این عید بازی ما ایرونی ها کلن یه حس خیلی باحالی داره، نداره؟ یه حس کمیابی که تا بهش نزدیک میشی غرق مشکلات و غم و قصه و بدبختی و غر و اینا هم که باشی یه جورای امید میپاشه تو دلت. انگار به دل آدم یهو میاد که سال جدید قرار دیگه اینجوری نباشه. این زندگی منه، این زندگی روزانه منه. من از یه جایی شروع میکنم، از خونه میام بیرون تا برسم سر کار. به این چیزا فکر میکنم، به این که سال جدید قرار خبرهای بدش کمتر باشه. آره دیگه، دل شکوندن و دل سوزوندنش کمتر باشه، قرار آدما صادقتر باشن، همه چی رنگی باشه. به رسم و خاطره رویایی که از بچگی بزرگ شدیم باهاش، این که سال جدید سال بهتری خواهد بود. بوی ایدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی و این حرفا. هر سال من امیدوارم یه چیزایی عوض شه. روز اول عید، روز اول بهار، من همیشه خیلی امید دارم، همیشه امیدوارم که بهتر شه. هرچند خیلی از سالا هیچ فرقی با سال قبلش هم نمی کرده نکرده، اما این امید بود و دل ما هم کنده می شد دمدمای سال تحویل برای اون شوری که می پرید تو کلمون تا چشمونو ببندیم رو اون چیزایی که دوستشون نداشتیم سال قبلش. راستش اگه چه ما مردم ایران سالهای خیلی سختی رو تجربه کردیم، اما عید امسال باز ظاهراً بهتر از عید پارسال. نه، یه جورایی پارسال غلظت امیدش کم بود به خاطر گرونی و تورم و خیلی از جیبای خالی و سفره‌های بی‌آجیل و شیرینی و بچه‌هایی که مثلا باباشون نتونسته ببرنشون کفش و کلاه و پیرهن نو بخرن. نه اینکه اینها نبوده ها، همیشه بوده، امسال هم بوده. ولی روحانی که اومد، ظریف که لبخند زد به دنیا، با اینکه هنوز تغییر محسوسی ایجاد نشده، اما تو این وضعیت هنوز امید هست. یعنی من یه ذره هنوز امید دارم، هنوز امید هست که اگه مثلا ایران و آمریکا به نتیجه برسن، خب وضع مردم بهتر میشه، نمیشه؟ هر سال کلی هم مردم اصلا عید ندارن. منم که آمریکا زندگی میکنم تو این شهر عید ندارم البته، ولی اگه ایران باشی و عید نداشته باشی دیگه خیلی زور داره. این غلط بود که آی کامبیز بیا مهاجرت کن، همه چی رو بذار برو، شاید وضع بهتر شه. این تفکر غلط بود. من اومدم اینجا ولی همه چی هم با من اومد. حالا این عید منه، این روز اول بهار منه.
دارم میرم سر کار و اینا هم شهریای منن تو نیویورک. چه برای خیلی ممکن سوال باشه که اصلا چرا یه آدمی که تو نیویورک زندگی میکنه حواسش مدام پی این چیزاست. راستش خودم درست نمیدونم چرا، نمیدونم چه چیزی اینقدر محکم و سفت نخ ذهنم رو میگیره و با خودش میبره. شاید کودکیم باشه، شاید یه چیزی مثل یه مبارزه، یه جور تلاش برای پیدا کردن تمام اون چیزهایی که یه وقتی جایی از من دریغ شده در کودکی، از همه ما دریغ شده. من که هنوز رویاهامو از دست ندادم، هر روز دنبال رویاهام میگردم، هر روز تو این شهر مسیر خاصی رو از خونه تا محل کارم میرم تا برنامه‌ام اجرا کنم. تو این مسیر یه عالمه آدم میبینم و گهگاهی باشون حرف میزنم. این آدم ها، این شهر، اینجا زندگی منه. برای من که آمریکا زندگی میکنم و کارم در ارتباط با ایرانه، این داستان ایران و آمریکا هم یه دوگانگی عجیبی داره، ولی تمام تلاش من اینه که بتونم یه چیز مثبت و سازنده اضافه کنم به یه چیزی. یعنی اگه آخر قصه بگن آقا این کاری که داشتی میکردی ضررش بیشتر از منفعتش بود، خیلی زور داره واقعا. زورش از نداشتن حس نوروز تو امروز که روز اول عیده خیلی بیشتره. همه تلاش من اینه که رابطه‌مو حفظ کنم. از دست نره این رابطه. با چه چیزایی میخوام رابطه‌مو حفظ کنم؟ با زبان، با خاطرهای کودکیم، با نقش‌های فرشی که روش عصر را میخوابیدم، با مردم، با همه کسایی که باشون بزرگ شدم، همه آدمایی که باشون بزرگ شدم. من میخوام رابطه‌مو باشون حفظ کنم. نوستالژی روز من چیز مثبتی نیست، ولی یه چیزایی رو من میخوام حفظ کنم. یه تصویر رو، این تصویر، ساختن این تصویر شده همه ی زندگی و کسب کارم. من کم کم دیگه دارم میرسم به محل کار و باید برم برنامه رو اجرا کنم. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش شده داره. برای اولین بار در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، حسن روحانی با اکثریت آرا رئیس جمهور ایران شد. جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند. طرف سوگند یاد کرد و ایران همش از لحظه سوگند، از سرخس تا
خرمشهر آزاد شد. در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد. 100 روز ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم. از همین رو ما به عنوان جیرخاران غرب و وطن فروشان و چوب لای چرخ دولت فرو کنندگان چاره ای نداریم جز اینکه نگاهی بیاندازیم به مهمترین دستاوردها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید در 100 روز اخیر. جانم ببخشید، حالا خب چون شمایی تا جایی که میتونیم باش. صدای شما رو شنیدم؟ بله، بنده بی‌طرفانه به مسئله نگاه خواهم کرد، وگرنه البته ما که نوکر استقبالیم تکلیفمون معلومه. اولین رویداد 100 روز اخیر رو بده بیاد. ایران ایرانه، ایران ایرانیانه، ایران کیروزم یانه، ایران موسوی یانه، ایران شرموی یانه، ایران روحانی یانه، ایران. بله، صعود تیم ملی ایران به جام جهانی برزیل اولین دستاورد دولت آقای روحانی بود. اینه رویداد بعدی رو بده بیاد. لحظه ملت ایران گفت به زبان تکریم سخن بگوید نه تحریم. بعدی چی بود آقای دکتر؟ خنده و نشاط در هر حال در نوع خودش دستاورد مهمی بود که دولت به خوبی به دست آورد. بعدی که توی دروازه شکیرا توی تلویزیون ملی میهنی. رویداد دیگری که در این 100 روز به وقوع پیوست، بازگشایی خانه سینما. دست آورد. به نظرم همین مرحله به عنوان مرحله اول خب خیلی کار مهمی انجام شده. بله روحانی، متشکرم. سانسور واژه آش از سخنرانی رهبری، کاسه های داغتر از دنبال آتش افروزی. دستاورد سالها پیش اسم گذاری شد نرمش قهرمانانه، عیبی نداره. بله، شل کردن قهرمانانه. دستاورد، پشت دستاورد. هنر ایرانی را در حافظ میبینم، حافظ شیرازی. عرخوری آزاد شد؟ آره؟ حافظ به قول بعضی ها رند روشن فکر زمان خود بود، در عین ایمان و در عین انتقاد هرگز از ایمانش دست بر نداشت و هرگز از انتقادش پشیمان نشد. جناب روحانی، این مملکت پر از رندان روشنفکر بود، کسانی که در این انتقاد هرگز از ایمانشان دست بر نداشتند، هرگز از انتقادشان پشیمان نشدند، ولی هیچ از حال روزشان شما خبر دارید. سوال ما از شما این است آقای روحانی، شما این خانم را میشناسید؟ من برای هر لقمه‌ای که میخورم کار میکنم، حتی برای هر نفسی که میکشم. زندگی من چه تعارفی داره؟ چرا نباید بلند بخندم یا مسخره‌ای کنم؟ ایشون سوسن تسلیمی هستند، یکی از قدرتمندترین هنرمندان سینمای ایران. ایشون آقای روحانی خیلی وقت رفتن از اون مملکت، رفتن خیلی وقته، نیستن. چرا؟ نمیدونستی؟ حالا خب توضیح میدیم. بعدی رو بذار. شاد باشید، اسم من بهرام بیساییه. ایشون یکی از بزرگترین مردان این تاریخ در عرصه فرهنگ و هنر هستن، تئاتر، سینما، فلان اینا. در حال حاضر در خارج از ایران هستن. چرا؟ ای وای، من نمیدونم. اینو بپرس از اون ور جنتی دوروبر تن اینا، بپرس چرا بیزایی تو ایران نیست الان. آقای روحانی همشون تازه خارج از ایران نیستن و یه عده داخل ایرانن، ولی فقط فیزیکی داخل ایرانن و در اصل انگار خارج از ایرانن. مثل کی؟ ناصر تقوایی. آها، بذار اینها رو یخم راه نمیره. من رو یخ راه نمیرم، روز منی سفت دارم. ناخدا خورشید دیدی؟ ناخدا خورشید اینجوری کبریت یه دست روشن میکرد دیدی؟ اونی که یه دست نداشت، نه اونی که یه دست داشت. کارگردانش ایشون بود. آی تقوایی الان مدت هاست که از دست شما و رفقای شما و دشمنهای شما و اینا خون نشین شد. فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره.
چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟ بله آقای روحانی، سوال خیلی خوبی کردین جناب روحانی. ما الان اینجا جسارت میکنیم، پامونی میکنیم تو کفش شما و بهتون میگیم چرا. مثلا آقا این اون تصویر رو بیار بالا، تصویر روشون بده، تصویر خانم سوتوده. این تصویر خونه خانم سوتوده است، نسیم سوتوده وکیل آدم حسابی مملکت، همونجوری که مشاهده میکنین ریختن اون تو، زدن بعد از آزادی، البته آزاد شدن در زمان شما، آزاد شدن دم شما گیر، ولی ریختن تو خونه شون پس از آزادی، این بلا رو خونه‌شون آوردن. کسی هم از دولت شما نه دلجویی کرد نه پیگیری شد، اصلا هیچ نشد. خانم بعدی رو بده لطفاً بیاد. بله، اینی که می‌بینید جناب آقای دکتر ملکی هستن. جناب دکتر ملکی درست بعد از سخنرانی شما و درست در که دعوت کردید اساتید دانشگاه به همکاری، از وزارت اطلاعات دولت شما بهشون تماس گرفتن و ایشون تهدید کرد. اینم خبرش بزن. دولت دکتر محمد ملکی فعال با سابقه ملی اینجوری شد، این بلا سرش اومد. اما یه آدم مهم دیگه، بده میکروفونو آقای روحانی. یه آدم، این آقا رو میشناسی آقای روحانی؟ این آقا رو میشناسی؟ حالا بزن آقا. ما چه گزینه دیگه ای داریم؟ چه آلترناتیو دیگری به جز صندوق رأی داریم؟ بنده به عنوان استاد علوم سیاسی به شما میگم هیچ گزینه دیگه ای نداریم. بله، ایشون آقای دکتر زیبا کلام هستن آقای روحانی. این صحبت ها رو در فیلم انتخاباتی خود شما در حمایت از شخص شما کردن مرد حسابی. ایشون چند روز پیش گرفتن ایشون، درست چند روز قبل از سخنرانی شما که گفتن اساتید دانشگاه بیایند فلان کنند. بله، اعلام دادستانی علیه دکتر زیبا کلام، اینم نامه که ایشون نوشته. یه چیز جالب نوشون بالا، آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد کاش میآمد و امروز تماشا میکرد. بله، کاش میآمد امروز تماشا میکرد. الان این اتفاقی که براشون افتاده، خودشون به گفته خودشون شما زنگ نزدین که از دلشون در بیاره. بعدی رو بده. بله، روزنامه بهار بسته شد. یه سری روزنامه نگار از نون خوردن افتادن، از کار بیکار شدن. هیچ کس از دولت شما نه عذرخواهی کرد نه دلجویی کرد، کلی امید نامید شد. دریغ از یک اقدام عملی برای متوقف شد. بعدی رو بده. تهیه کننده فیلم سینمایی عصبانی نیستم امروز از دبیر جشنواره درخواست کردن که به احترام سینما ایران و برای حفظ آرامش در سینمای ایران این فیلم مورد ارزیابی نهایی در داوری قرار نگیره. بله، بعدم صداش در اومد که به درخواست تهیه کننده نبوده، تهیه کننده درخواست دوندن که این کارو بکنه. از تحصیل لشکرکشی برادرها فیلمو کشیدن بیرون، سیمرغ بهترین بازیگرم دادن به یکی دیگه. بعد یه نفر از اون دولت جلوی این کارو نگرفت، حتی نرفت یه دلجویی کنه از این. آخه این درسته واقعا؟ این صحیحه؟ نه، شما آقای روحانی بگید این صحیحه واقعا؟ این واقعا درسته؟ این کار درسته واقعا؟ آینده تاریخ بر ما میبخشه؟ آینده تاریخ بر ما نمیبخشه. نمیبخشه آقای روحانی، نمیبخشه. آینده تاریخ هیچ، آقای روحانی، اینطوری پیش بره حال حاضر تاریخ اصلا بر ما گذشت بر ما نمیبخشه. نکن آقا جان، آقای رئیس جمهور منتخب، نکن آقای محترم، نکن آقای. چرا آخه کی شود آخه این شهر آباد؟ هر کس که بر این تخت نشست پیمان خود با ما گذشت. نکن آقا، نکن، یه کاری بکن که هر کس بر این تخت نشست پیمان خود با ما شکست، از ما گسست. ها؟ 3 2 1 action. روحانی اومد بره تلویزیون گفتگوی ویژه خبری کنه، رئیس صدا و سیما یه دونه مجری بهش داد، گفت من اینو نمیخوام، مجری خودمو میخوام. خلاصه اینم خبرش. ایرنا نوشته که آقای رئیس جمهور گفته که رئیس صدا و سیما مانع پخش زنده گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور شد، دعواشون شد. خلاصه روحانی مجری خودش آورد، رئیس صدا و سیما مجری خودش گذاشت، اینا با هم دیگه بلند بلوم. خلاصه اینجوری شد که یکی فوری رفت تو سایت دولت کلی بازی و این حرفا، اون یکی زنگ زد بچهای بالا سایت ایرنا فلان سسو کشتن پایین. خلاصه تاش یه ساعت و نیم تلویزیون موسیقی اصیل انقلابی پخش کرد تا اینکه دعوا تموم شد. دیدین مثلا سرتراشا بیکار میشن سر هم دیگر میتراشن؟ این بود قضیهش. اینا موقعی که با همه به توافق رسیدن دیگه کسی واسه جنگ و دعوا نرن، میشن هم دیگر بنگ بنگ میخورونن. البته حق با روحانی بود، بلیا حق با روحانی بود، حق با روحانی. No, 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 no. حسن آقا تو اون سفر افسودن شما آکسفورد رو ببینید شبیه مدرسه فیزی است اینا. والا به خدا این مدرکش راست میگه البته ایشون، که نظام اسلامی از این ور هر چی آدم داغون داریم همه زرت زود مرکز آکسفورد دارن، دور از جون بنازه. هر چی آدم داریم همه مدرک ها از
فیضیه. قرآن کتاب آسمانی مسلمانان به ما آموخته است که تنها اون چه به مردم سود میرساند در زمین ماندگار خواهد ماند و هرچه هم که به مردم ضرر برساند در هوا معلق میماند. اینم تو تورات به بقیه حضار مختلا بود. خب جای آیه روحانی قرائتی رو میفرستادین دیگه همه مسائل حل میشه. بعد میگم آیه خامنه‌ای، آیه خامنه‌ای کجاست رسید؟ آقای آیت الله خامنه‌ای. اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف 3 دهه آینده در زمره 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد. 30 سال دیگه آقای خامنه‌ای هم دم دستی زده سوال کنیم. این راست میگه آقای خامنه‌ای؟ راست میگه؟ در مدتی که مسئولیت دولت را بر عهده دارم انجام و همه موانع سیاسی و اقتصادی عمده را مهار و مرتفع نمایم. چی؟ چی رو مهار و مرتفع نمایی؟ در مدتی که مسئولیت دولت را بر عهده دارم انجام و همه موانع سیاسی و اقتصادی عمده را مهار و مرتفع نمایم. آیت الله خامنه ای خونده بود، شما خونده بودی متن سخنرانی رو آیت خامنه ای؟ پنج فلسطین. آقا یه بار بشین کلاتو قاضی کن، بعد بپرس اصلا آقا چرا 35 ساله ما داریم به کوب حمایت میکنیم از حماس و دیگه گروه های فلسطین، روز به روز هم وضع فلسطینی خراب میشه. شما 35 سال حمایت کردید، خدای شما یه بقالی را بندازید دو سال ببینید نمیچرخه، ول میکنید دنبال یه کار دیگه. برای این مردم مظلوم فلسطین هم فکر یک برنامه باشید که زندگیشون بهتر بشه، هر روز بهتر بشه از دیروز، نه اینکه بدتر بشه. شما به جای فلسطین فلسطین کردن بیا یه بار به صلح در فلسطین فکر کن و به خدا، به خدا، به دین، به اون دینی که به خدایی که تو میپرستی، خشونت در فلسطین کم بشه، خشونت در جهان کم شده. چهار انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بیش از یک قرن مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران بوده. یک قرن یعنی ملت ایران دوره فتلی شد در سال 50 مبارزه کردن برسن نظام جمهوری اسلامی. آقا مبارزه نکنین جون مادر جون، با شما آقای خامنه ای. آقا کجایی تو؟ مبارزه نکن، بس دیگه، کجایی ولی؟ سه آیا عاشقه یه زمانی از روزنامه همشهری اون برتر نوشتن خط قرمز محسوب میشد دیگه، چه برسه روزنامه خارجی. ولی در روز روشن حسن روحانی اومد رفت یه روزنامه آمریکایی مقاله نوشت واشنگتن پست، رئیس جمهور ایران رفت تو واشنگتن پست مقاله. خدای منو بکش، اینا صهیونیستن همش. دو حسن روحانی: اقتصاد مقاومتی جهت دهنده اقتصاد کشور در سالهای آینده است. اما اینکه حالا این اقتصاد یعنی چی، کی قراره در باره چی مقاومت بکنه و تا کجا مقاومت بکنه، یا اینکه از این کسان مسئولین در باره وسوسه پول نفت مقاومت کنند و تو جیبشون نذارن، یا این کسان مردم باید مقاومت کنند در باره وسوسه سه وعده غذا و یه زندگی معمولی، هیچ کدوم معلوم نیست. فقط میدونین که باید مقاومت کرد. Yeah. جناب آقای حسن تدبیر و امید این دفعه تشریف بردن هرمزگان. از اینکه حجم انتقادات نسبت به سفر قبلی ایشون به خوزستان انقدر مؤثر و سازنده بوده و ایشون انقدر به واکنشان نسبت به دووندن مردم دنبال ماشین اهمیت دادن که دیگه هیچ وقت این کار رو ادامه ندادند، امیدواریم که ایشون همین فرمون و تدبیر و امید و فلان بره جلو، دوباره به خاطر کشت زخمی سعد کار از ملت عذرخواهی کنه، بعد دوباره بره جلوی ملت فلان، ملت بدو دنبال ماشینش یعنی بدوونه، بعد دوباره انتقادات جواب بده، هی ملت بدو ماشین حسن بدو، حسن بدو ملت بدو، سبد بدو، زنبیل بدو، انتقاد بدو، ژنو بدو، ان شاء الله آخر دوره حسن و تدبیر و اینا همه شده باشن قهرمان دو. مهمان این هفته شما مهرنگیز کار است. امیدوار نیستین شما؟ من نه. شما به آقای روحانی و داستان روحانی و حسن روحانی امیدوار نیستین؟ چرا؟ به آقای حسن روحانی در سیاست خارجی امیدوار هستم، ولی در بحث مسائل زنان امیدوار نیستم. مسائل زنان گره خورده به آزادی بیان و به اینکه تشکل‌ها و اجتماعات بتونن به وجود بیان. مهمان این هفته شما با کمال افتخار جناب آقای پرویز صیاد هستن. آقای روحانی قرار همه چیز درست کنه دیگه، اگرم شما برگردین شرایط کاری برای شما باشه، چون اومدن گفتن ما میخوایم همه ایرانیا برگردن فتنشونه. بله من یادم میاد که هنوز
از خاطر نبردم که دوران خاتمی هم همین حرفا زده شد و همین دریچه‌های باغ سبز گشوده شد، ولی خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد همین دریچه‌ها بسته شد. برای اینکه جامعه‌ای که به هر حال یک حکومت خودکامه همه چیز رو اداره میکنه، این دریچه های باغ سبز گهگاه بر حالت عوام فریبی داره. مهمان این هفته شما خانم محبوب عباس قلی زاده است. چقدر شما به دولت آقای روحانی امیدوارید برای بهبود شرایط در مورد مسائلی که شما روش کار میکنید در ایران؟ من به آقای روحانی در حدی امیدوارم که بتونه فقط یه فضای باز بشه برای جامعه مدنی. خود آقای روحانی قطعاً آدم مؤثری نخواهد بود برای پیشبرد حقوق زنان و وضعیت زنان، یعنی کاری که کرد برای انتخاب دولت اینو نشون داد، ولی حداقلش اینه که فضا برای جامعه مدنی یه مقداری باز میشه، برای رسانه‌های یه مقداری باز میشه و اینا میتونه در واقع یه ذره اون حرکت جنبش زنان یا فعالای مدنی رو راحت تر بکنه. فقط از این جهت امید هست. پلیتیک این هفته رو کسی نزد جز حسن روحانی، رئیس جمهور محبوب و مردمی، که درست در زمانی که همه چشم‌ها به سوی ایشون بود که در سال روز هزار روز حصر خانگی میر حسین و کروبی و رهنورد بالاخره چی کار میخواد بکنه، یه جوابی داد تو مایه‌های برو دنبال نخود سیاه و گفت این تیتر خبره: روحانی دو نقطه برای تدوین حقوق شهروندی در حال رایزنی با حقوقدانان هستیم. و ایشون ادامه دادند: دولت تدبیر و امید همانطور که در شعارهای خود اعلام کرده به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. بعدش هم گفت که قراره با حقوقدان ها صحبت بشه، نخبگان ببینند تا نظرات آنها هم اعمال بشه، تا بعدش تازه منشور حقوق شهروندی منتشر بشه. یعنی بروکراسی، کاغذبازی در حد. اما پلیتیک زد به مردم نگفت که تا حالا منشور پنشور رو بشنن کارشناسا بنویسن. آقا این تلفن رو بردار یه زنگ بزن به شورای امنیت ملی، یه جلسه بگو بذارن با این حصر موسوی کروی رنوید چی کار کنن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. یعنی فقط پشمک یزد شیرینه، گز اصفهان شیرین نیست، قطاب یزدی شیرین نیست. یعنی حصر خانگی موسوی کروبی رهنورد حقوق شهروندی نیست، پیدا کردن قاتل ستار بهشتی حقوق شهروندی نیست، دسترسی به اینترنت حقوق شهروندی نیست. حالا نمیشه بدون منشور حقوق شهروندی و نظر نخبگان یه دستور داد اینها بررسی بشه. جناب آقای رئیس جمهور، خلاصه 3 ماه خورده است که آقای روحانی پلیتیک زده، هی چرخونده پیشونده و ما منتظریم ببینیم که این چرخش و پیچش کی تموم میشه و کی این مسئله‌ای که مثل آفتاب روشنه میره جز حقوق شهروندی ملت همیشه صحنه‌دار ایران. فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک، اما این پلیتیک تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه مخالفت نشته باشید و خوشبین باشید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه واقعا ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران.
فیسبوک. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.